خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبحتون بخیر. خب دوستان در خدمتتون هستیم با یک برنامه دیگر، ان شاء الله که تا آخر همراه ما باشید و تحمل بکنید یک بار دیگه ما را در این کلاس. خب متاسفانه امروز تعدادی از دوستان حاضر نشدن و جمع ما کامل نیست، ولی ناچارن دیگه ما هم شما را بیشتر از این معطل نمیذاریم و درسمون رو شروع میکنیم تا بقیه دوستان هم بیان برسن. موضوع درسمون امروز بحث مقدار عددی عبارتهای چربی و معادله هست. خب موضوعات تدریس و درس اونها ما قبلا خدمتون عرض کردیم، منتها منبار یادآوری من اینجا ابتدا یه مثال یا مثالهایی رو مطرح میکنم، بعد میریم سراغ کتاب. خب در باره موضوع اول یعنی مقدار عددی عبارتهای جبری، بری ترتیب استش که در جبر وقتی ما میگیم x، وقتی میگیم a، وقتی میگیم مثلا 5m، اینها به هیچ عنوان تمرین حروف الفبای انگلیسی نیست، بلکه اینها همه یه نقش عدد دارن. وقتی ما میگیم x، x یعنی یه عدد. وقتی ما مثلا میگیم 2x به علاوه 5 یعنی یه مقدار. حالا اون مقدار یکی سوال میکنه اون چیه که شما دارید این همه صحبتش میکنید، یعنی مقداره اون مقدار چنده چیه؟ خب میگوییم که وقتی ما میگوییم مثلا 3x به علاوه 2 مقدار ما بستگی به اندازه x داره، که معمولا و مرسوما خود سوال اندازه x رو در اختیار ما قرار میدن، ما میریم جایگذاری میکنیم و بعد به مقدار عددی عبارت دسترسی پیدا میکنیم. من باب نمونه من الان مثال میزنم. وقتی مثلا به ما میگویند که عبارت جبریه مثلا 3a به علاوه 7، بعد به ما میگن که a برابر با منفی 2 هستش، خب ما بگیم عبارت جبری. خب ما اگه میخواییم بفهمیم مقدار این چنده، میگیم آرها که منفی دو، پس جای آر منفی دو میذاریم، این اول جای گذاری میکنیم بعد حساب کتاب انجام میدیم. پس میگیم برابر میشود با 3 ضرب در اندازه آر، چون اندازه آر یک عدد منفی است و علامت ضرب هم من اینجا گذاشتم، پس اون رو داخل پرانتز میذاریم. پس یه پرانتز من با میکنم داخل اون پرانتز اندازه آ میذارم، اندازه آ چنده؟ منفی دو. آره یکی میگه چرا ضرب در نمیذاریم؟ آخه وقت عدد ضربی که نمیتونیم علامت ضرب در نذاریم، ما موقعی عدد با حرف باشه ضرب در نمیذاریم، وقتی حرف با حرف باشه ضرب در نمیذاریم. ولی وقتی عدد با عدد، چون این علامت دیگه علامت ضرب در دیگه کسی نمیتونه بگه ایکس هست. خب ادامه کار هم بعد از ای که منفی دو بود به علاوه 7 است، من یه به علاوه 7 اینجا اضافه میکنم. پس تنها کاری که من کردم اینه که جای این ای اومدم عددی که سوال داده بود قرار دادم، سوال خودش داده من ای دو هست. و حالا بعد از اینکه جایگذاری کردیم عبارت جبری تبدیل به عبارت عددی میشه. حالا این دیگه محاسبات معمول است که باید انجامش بدیم. تو فصل دو هم خوندیم که ترتیب عملیات اول پرانتز، بعد دیگه نمیدونم ضرب و تقسیم، بعد جمع و تفریق. اینجا من پرانتز ندارم، پس اولویت با ضرب 3 رو در منفی 2 ضرب کنیم میشه منفی 6 حالا به علاوه 7، منفی 6 به علاوه 7 میشه مثبت 1. به این مثبت 1 این مقدار عددی این عبارت جبری. پس یاد بمونه وقتی مسئله به گفت مقدار عددی عبارت را پیدا کن، شما باید برید به جای حروف یا حرف یا حروفی که تو مسئله هست عددی که داده شده قرار بدید تا عبارت جبری تبدیل بشه به یک عبارت عددی. یک عبارت عددی. حالا عبارت عددی دیگه محاسبه معمول هستش دیگه.
به این میگفتیم مقدار عددی عبارتهای جبری. خب حالا آیا مقدار عبارت جبری سعاب الاغی هم همواره برابر یک است؟ میگه بستگی داره. اگر آر دو منفی دو باشه آره، ولی اگه آر ما تبدیل شد به یه عدد دیگه قطعا دیگه یک به دست میاد، به یه مقدار دیگه به دست میاد. بله مثلا شما تصور بکنید که آر رو به ما بدن برابر با مثلا عدد فرض کن ده. خب وقت من عبارت را چکار بکنم؟ باید بگم سه ضرب در اندازی ها، اندازی ها چند شده؟ ده شده. چون ده مثبت دیگه فرانتز نظری من اشکالی نداره. ادامهش چیه؟ برلاوی هم خب باید سه ضرب در ده میکنیم میشه باید سی برلاوی اون هفته میکنیم میشه سی و هفت. به سی و هفت میشه مقدار عددی همین عبارت. پس میبینیم که مقدار عددی یک عبارت میتواند اعداد مختلفی باشد، چرا که مقدار x ما میتونیم عددهای متفاوت انتخاب کنیم. یعنی ما اگر x رو یه عددی انتخاب کردیم، یه مقدار انتخاب کردیم و عددش کردیم یه مقدار دیگه، جواب دیگه به دست میادش. بیاییم گفتیم مقدار عددی عبارت جبری. خب در واقع مقدار a می تواند در واقع اعداد مختلفی باشد. مثلا فرض کنیم که آر برای ما بگیرم برابر با مثلا 5 ششم و آر را بزنم 5 ششم بگیرم. خب وقت میشه چی؟ میشه 3 ضرب در اندازی ها، اندازی ها چنده؟ 5 ششم. ادامهش چیه؟ به علاوه 7. با سه یه ضرب در پنج ششم میکنیم که شما اولویت با ضرب دیگه. اگه من بخوام سه را ضرب در پنج ششم بکنم به سه مقدار یک میدیم. خب ضرب که اصلا به کلاس ششم دبستان خوندیم که اول باید سادهش بکنیم. این به سه ساده میشه میشه یک، این به سه ساده میشه میشه دو. پس یه پنج تا پنج را یه رکار دو میشه پنج دوم. بعد میشه پنج دوم به اضافه هفت یکم. خب دیگه اینجا جمع کسر ها میشه، به جمع کسر ها ما باید کنیم مخرج مشترک بگیریم. خب برای مخرج مشترک بین دو و یک میگوییم که عدد دو رو انتخاب میکنیم، پنج یه برابر شده سود دو یه برابر پنج هم یه برابر به اضافه هست یک دو برابر هفت هم دو برابر که جواب برابر با میشه نوزدن دوم. نوزدن دوم میشه مقدار عددی نباره. پس فرقی نمی کنه که آ یه عدد منفی باشه، مثبت باشه، کسر باشه، اعشار باشه، هرچی باشه، ما میتونیم کارمون رو انجام بدیم، به جای گذاریمون رو اجرا بکنیم تا به مقدار عددی عبارت برسیم. خب برای مقدار عددی عبارت یه وقتهایی به جایی که بیان در واقع دونه دونه به ما بدن میان مثلا چکار میکنن؟ یه جدول به ما میدن، تو جدول دیگه این کار انجام بده. مثلا برای نمونه میاد یه جدولی برای شما رسم میکنه به این شکلی، بالا می‌نویسه آ، این می‌نویسه آ در پرانتز آی منهای یک. بعد میگه که اینجا مثلا میذاره برام عدد یک، یه جایی ممکنه بذاره عدد مثلا پنج، یه جایی بذاره منفی سه. خب بار اول ما ای را یک تصور میکنیم، پس میشه چی عبارت جبری ما؟ عبارت جبری ما چی میشه؟ وقتی من آر یک بگیرم میشه یک در پرانتز یک منهای یک. یاد داشت میکنم که یادم نره که یک جای ای اولی پرانتز از من پرانتز واقع کنه، به جای ای دوباره یک منهای یک حالا اون یکی بردیم، حالا حاصل این رو به دست بیاریم. خب یک منهای یک میشه صفر، اولویت دو پرانتز دیگه میشه صفر. قطعا هم میدانید اینجا یک پرانتز یعنی ضرب در است دیگه، این میشه صفر ضرب در یک برابر با صفر شود. پس اینجا میگیم وقتی که ای یک باشه مقدار این عبارت برابر با صفر است. حالا با عبارت به جای یک قرار چی بذاریم؟ قرار پنج بذاریم. پس میشه پنج، من میگویسمش پرانتز باز، دوباره به جای ای میذاریم پنج، اونم منهای یک مال خودشه. اولویت با پرانتزه،
پنج منایی میشه چهار، چهار ضرب در پنج میشه بیست، بیست میشه مقدار عددی ما. حالا بار قبلی منفی سه بذاریم، که ما اگه منفی سه بذاریم میشه منفی سه پرانتز بار دوباره به جای این منفی سه بذاریم میشه منفی سه منفی یک. خب اولویت با پرانتزه، پرانتز میشه منفی چهار. حالا منفی چهار رو اگه ما ضرب در سه کنیم میشه مثبت دوازده، پس مثبت دوازده این قرار میدیم. این هم موقعی که جلده ماست رو ما میریم تو جلده جایی گذاری میکنیم. این هم بهشون میگیم مقدار عددی عبارت جلدی. یه چیزی هم در باره این مطلب گفتیم، باره این که اگر یه وقتی یه عبارت جلدی به ما دادن که تعداد حروفش زیاده، تلاش کنیم تا حد امکان اون عبارت را ساده کنیم بعد جای گذاریم. خب منظور چیه؟ مثلا میان به ما یه عبارت جدی میدن مثل این عبارت، مثلا میگوین که عبارت جدی دو پرانتز باز چهار ایکس منهای مثلا شیش وای بعد منهای پرانتز باز هشت ایکس بعدیه مثلا ده وای پرانتز بسته مساویه رو. بعد میگن که ایکس برابر با عدد مثلا هفت است و وای برابر با عدد منفی مثلا پنج. خب اینجا ما هم دوباره میتونیم مثل قبل جای ایکس از هر جا که ایکس دیدیم عدد هفت بذاریم، هر جا که وای دیدیم منفی پنج بذاریم. اما توصیه شده که این گونه عبارت ها تا حد امکان اول یک ساده کنید، در ساده شده جایی گذاری بکنید. این کار درگیری شما با اعداد و ارقام کمتر میکنه، احتمال خطا شما پایین میاره. به همین ترتیب من اجرا میکنم. خب اگه من میخوام سادهش کنم اول باید پرانتزها را بردارم. یادتون میاد من قبلا گفته بودم اینو تو دسته قبلی. خب اگه میخوام پرانتزها را برداریم، باید عددی که جلوی پرانتزه در تک تک جملات داخل پرانتز ضرب کنیم. پس این دو ضرب در این میکنیم و دو ضرب در این میکنیم. خب نتیجه ضرب چه میشود؟ حتما دو ضرب در چهاریس میشود هشت ایکس. بعد دو ضرب در منفی شیش وای میشود منفی دوازده وای. حالا دیگه مثبت در منفی میشه منفی دو شیش در دوازده. این تمام شد. حالا نوبت دومیست. دومی وقتی که منفی یک میذاری اینجا، قبلا گفته بودیم که جملات داخل پرانتز را قرینه میکنه. در علتش هم اینه که در حقیقت اینجا که عدد نیست ما میتونیم خودمون یک رو بذاریم، خودمون بذاریم، اشکال نداره یک بذاریم نداره تأثیری نداره. حالا اگه ما این منفی یک رو در این ضرب کنیم، خب منفی یک ضرب در هشت میشه منفی هشت دیگه، پس این ضرب منفی هشت ایکس. همونش دیگه من قبلا گفتم این قرینه نمیشه دیگه. و دوباره این رو در این ضرب کنیم منفی در مثبت میشه منفی یه درصد در میشه منفی ده وای. که در حقیقت میتونیم از این رو نداریمش بگیم این داره خیلی رو بکن تموم شده، هشت قریبه کنیم میشه منفی هشت، ده رو قریبه کنیم میشه منفی ده، بخاطر منفی جلو شد. حالا اگه مثبت بود پرانتز رو بر میداریم و هیچ کار رو انجام نمیدیم، خود جملات رو پرانتز رو مینوشتیم. خب حالا این عبارت به اینجا رسید. حالا میایم مختصرش میکنیم. اینجا این هشت ایکس، این جمله هشت ایکس اولی قطعاً تشخیص دادیم که با این متشابه است. خب حالا حاصل اینا میشه صفر. چرا؟ چون هشت ایکس با منفی هشت ایکس قرینه هستن که من روشون خط میکشم و میگم نتیجه آنها صفر، یعنی آنها روی ایکس هم نداره. اما این یکی منفی دوازده وای با منفی ده وای برابر میشه بعد با من تا این میزن اینجا میشه منفی بیست و دو وای. چرا؟ چون متحده رو آمن یه علامت میذاریم ده به دوازده رو جمع میکنیم. تو حالا عبارت مختصر شد، شده این
حالا تو برو جایی ببری بکن دیگه اینجا. پس ایکس چی؟ ایکس دیگه چی؟ ایکس اینجا دیگه کاری نیست، فقط بار میبرد ما میکنه. پس یه میگیم مقدارش میخوایم پیدا بکنیم، این منفی 22 را میرسیم ضرب بر اندازه بار. اندازه بار چقدر بود؟ منفی 5. و من اینجا نباید منفی 5 اینجا بذارم. چرا؟ بخاطر نمیشه هم ضرب هم منفی گذاشت. اینو داخل پرانتز میذارم که مشکل بیش نیاد. و حالا میگیم که منفی در منفی میشه مثبت، 22 را ضرب در 5 میکنیم که برابر میشه بعد با 3 حاصل میشه 13. پس 13 میشه مقدار عددی این عبارت جبری. خب هم در واقع این در چیز من گفتم کلن، نه اینکه در واقع یادآوری درس مجدده، یعنی اونایی که قبلا تو کلاس هم نبودن حالا باید که قطعا مقدار عددی عبارت جبری رو یاد گرفته باشن، خیلی هم اثر داره. خب حالا بحث بعدیمون هم که ما هر به امروز میشه میخواد امروز باش کار بکنیم، معادله هست. خب معادله درست برعکس مقدار عددیه. مقدار در مقدار عددی چی کار میکردن؟ مقدار متغیر را به ما میدادن، ما به مقدار عبارت میرسیدیم. مثلا من خلاصه بگم اینجور، مثلا اگه ما بگم که مثلا 4x منهای 1، اگر بگم x برابر با عدد 7، مقدار متغیر به ما دادن. حالا میگن مقدار این عبارت چنده؟ خب ما جای x 7 میذاریم. من یه خلاصه به ما میگمش، 4 جای x 7 بذاریم، 4 در عدد 7 میشه 28، 28 به منهای 1 میشه 27. پس مقدار عددی این عبارت میشه 27. یعنی چی؟ یعنی متغیر رو به ما میدادن، جایگذاری میکردیم، ما به یه عدد میرسیدیم، به یه مقدار عددی. اما در معادله برخلاف اینه، در معادله میان مقدار عددی رو به ما میدن، میگن متغیر چنده. مثلا به ما میگن که 4x منهای 1 برابر با عدد 35. حالا مقدار x چنده؟ بعد در اینجا شما به جای متغیر عدد میذاشتید و بعد حساب کتاب میکردید میرسیدید. اما اینجا خود مقدار عدد داره، حالا این متغیر چنده؟ برعکس رو دیگه نه؟ خب شما اینجا به دو روش ما قبل کار کردیم با هم دیگه، یکی روش حدس و آزمایش، یکی هم روش حل معادله. حدس و آزمایش اینجوری بود که می اومدیم یه عددی رو انتخاب می کردیم، جای ایکس می ذاشتیم، عملیات انجام می دادیم، اگه برابر 35 می شد می گفتیم این جواب معادله است، اگه نمی شد می گفتیم اگر نامطلوب یه عدد دیگه رو انتخاب می کردیم. مثلا من اینجا میگم x من عدد 20 فرض میکنن ها، و 4 برابر 20 بکنه میشه 80، یکی از برابر میشه 79، و بعد 79 نیم. پس اگر تصور کنیم جواب معادله 20 اشتباه کردیم، به دلیل اینجا 79 و 35 دیگه با هم برابر قرار نمیدن، پس جواب معادله نمیتونه 20 باشه. و چون این مقدار از اون بیشتره، از 20 خیلی زیاده، باید یه کمیتر از 20 امتحان بکنیم. یعنی قطعاً اعداد 20 به بالا شد نامطلوب. پس یک بودا پس به حالتهای نامطلوب میگفتیم. یعنی دیگه الان ما حتماً جواب معادله عددی مثل 21 یا 22 یا غیره تصور نمی کنیم، باید جواب از 20 کمتر باشه. حالا من بیام اینجا عددی مثل بذارم، فرض بکن 7 بذارم، این هفت درسته یا نه؟ 4 هفت را بیسرش شد، بیسرش کنه یکیش بده میشه بیسرش کنه، بیسرش از 35 کنده، پس هفت هم نامطلوبه. خب اگه هفت نامطلوبه، اعداد کمتر از هفت هم میشه نامطلوب. خب پس جواب از هفت بیشتر از 20 کنده. خب اگه هفت امتحان کنیم، 4 هفت ها 40 دار، یکیش که بده میشه 39 دار، 39 باید مردم بیشتره،
jangan berada di luar. Saudara sudah berada di luar, ada luar, jangan berada di luar. Jadi, manhaj keputusan campur dalam urusan ziarah. Kebaikan pada yang hash, yang mawas. Orang yang hash belum nasib, ada bilik. Mesti je hash kini, hash keratau, hash kesusutau ni, hampir boleh tu yang mungkin lebih biar. Kalau saya cara itu nasib, ya ada orang dia. Kalau mampir nak terus, ada hash rentan punya. Cara terus si bodoh tak, dia kita resi ko, dia bawa dalam hash, چهار نوتا سی و شیشتا، سی و شیشتا که یکیش بره، سی و پنج تا باو برده شد. پس بیسما برده را نو شد. یعنی با تغییر ما نو دارد. بعد این شد حکس آزمایش. اما ما اگر از حکس آزمایش، من جواب را بدم اونو شیستمش. اگر از حکس آزمایش اومدیم راه حل معادله را من پیاده کردیم. و گفتیم دیگه نکنیم هی این رو امتحان کنیم نشه اون یکی رو امتحان کنیم خب دیدیم من چقدر امتحان کردم برای رو رسیدم اما ما میتونیم باستقیما جواب معادله را پیدا کنیم بدون جایگزاری ها بدون این اعمال برای این کار مساوی میذاریم و دیدیم که کار میکنیم که یک طرف مساوی بالا را نگاه کنیم یک طرفش یعنی قبلش فقط متغیرها پشتشم عددها جمعه میشن که اصطلاحاً این مجهول یه طرف مساوی بمونه معلومها طرف دیگه حالا مجهول معلوم دیگه چی هستن مجهول به اونایی که متغیر داره اما این مجهوله اما این متغیر نداره این معلومه اینم متغیر نداره اینم معلومه پس اونی که متغیر داره میشه مجهول اونی که نداره میشه معلوم خب حالا من برای این کار باید این متغیر عرض معلوم از اینجا از بین بردم اینجا فقط چاریس بمونه خب اگر قرارتی همچین کاری بکنیم چاریس منهای یک رو می‌نویسیم قرینه یک انتیه یک داریم مصبت یک رو اضافه می‌کنیم چون این برای مصبت یک رو اضافه کردیم او برای مصابون باید همین کار رو انجام بدیم چرا؟ تا تعادل در تو نمیتونی برای اضافه رو برای اضافه نکنی اگر اضافه نکردی مساوی خراب میشه و حالا با این کار یک منفی به یک مثبت از بین میرن چون قرینه هم دیگه هستن پس این برای مساوی چه باقی میمونه؟ 4 x او برای 35 به اضافه این چه 36 خب اینکه 4 x برابر 36 من یه دونه x رو میخوام یعنی متغیر رو میخوام برای یافتنش کافیه که عدد به دست آمده یعنی عدد معلومه را که 36 باشه تقسیم بره تقسیمشان تقسیمه تقسیم بره ضریب متغیر کنیم 36 تقسیم بره 4 میشه 2 همون جواب بالایی به دست اومد به این میگفتیم حل معادله پس برای حل معادله کاری میکنیم که سمت چپ فقط متغیر بمونه سمت راست عدد داشته باشیم که برای فقط متغیر و فقط عدده که آخر کار با این تقسیم به جواب رسیدیم حالا اگر تعداد متغیر های ما بیشتر هم بشه روال کار همینطوره مثلا به ما میگن که سریس منهای در مساویه را مثلا 5 x برابر مثلا عدد 22 خیلی بزرگی باید اشکال نداره مثلا نیست اینجا با متغیر ها همه سمت چپ باشن اما یه متغیر الان اینجاست یه متغیر اونجاست این مساوی رو نگاه کنیم میشه تو معادله علاقه مساوی رو دنبالش میگردیم بعد من مساوی رو اینجا مشاهده می کنم ای برش بوده من که به سرکی نیستنش که بار پر شد کسی خوب پیدا نیست سیس منهای دن مساوی است با پنج ایکس برای 22
این یک حال روشن در باشه. آره بهتره. خب برای این کار برای شما الان معادله مساوی رو ما پیدا میکنیم، میبینیم که این معادله دارای دو تا متغیر، یکی این بره یکی اون بره. بعد دو تا عدد بدون متغیر هم داریم، یه منفی در اینجا یه 22 اونجا. پس متغیرها باید این بره باشن و عدده باید این بره باشن. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ همطوری که نمیشه اینا را از اینجا و اونجا رو. بنابراین کار میکنیم که عدد منفی رقی بر از بین بره و متغیر اون بر از بین بره. منفی رقی بر از بین بره، متغیر پنجیس اون بر از بین بره. خب اگه قرار از بین بره بازد قرینه ها شما به دو طرف اضافه بکنیم. وقتی در منطقه دارم که می با فاصله می بیسن که برای کنم جا عدد قرار بدن. سه ایس منهای در را می بردن او بردن پنج ایس بعد آقای 22 را دارم. چرا من جا برای این باشم؟ چون میخوام اضافه کنم بشه بیر جا فضار زده برای این کار. خب حالا من میخوام این بردن منطقه در از بین به قرینش یعنی ماسل در را اینجا می دارم او بردن باید بزارمش. خوبه؟ الان باعث میشه که اینجا این منفی در واسطه ده از بین بره این بر در این وجود نداشته باشه تا حد متغیر بگیره. او باید قرار منفی از بین بره. پس قرینه پنجیس منفی پنجیس رو اینجا قرار میکنیم، چون او باید منفی پنجیس قرار داریم این برای باید منفی پنجیس قرار داریم. هرچی او باید داشتیم که برای مدرسه بگیم تا تعادل تعادل برقرار کنیم، مساوی خراب نشه. خب حالا اونایی که باید هست بشن هم هست میکنیم، میگیم این بر ده منفی به ده مثبت میره، او برم پنجیس با منفی پنجیس قرینه هستن میرن چون صفر دیگه. اینها ده منفی به ده مثبت چون صفر، پنجیس نوی پنجیس هم چون صفر دیگه. خب حالا چه باید داشت؟ خلاصی اون چی که داریم هم او تحقیل میخوام بنویسنش. خلاصی که داریم چیه؟ یه سیس اینجا هست، یه منفی پنجیس اینجا هست، اینا هم موندن نمیشتن. خب مساوی رو من میذارم به ماله او از یه 22 دارم و یه واسطه در الان همون که ما دنبالش میگشتیم چی میگشتیم؟ متغیرها یه طرف باشن، عدد ها اون طرف باشن. بس دیگه استقلالا به شکل خلاصه میگن مجهوله ها یه طرف، اینا مجهول، متغیرها یه طرف، فرق نمی کنه متغیر با مجهولا، متغیرها یه طرف، عددها طرف دیگه. حالا بعد از این کار میایم اینا رو خلاصه می کنیم، میگیم خب سیس منهای پنجیس علامت بزرگی می داریم، چون مختلف و علامه هستن از هم کم می کنیم، میشه منفی دویس مساوی تو قرار بده، او برم 22 و 10 میشه 32. در پایان مقدار x، این x برابره با عدد معلوم تقسیم از ضریب مجهول، یعنی 32 تقسیم بر منفی 2 که میگیم منفی در مثبت میشه منفی، 32 تقسیم بر 2 میشه 16. جواب معادله. خب ببینید تو کتابتون تو قسمت آخر به جای اینکه بگم اینو تقسیم بر این بکنیم، اومده گفتم هر دو در منفی یک دوم که منفی سه رو ضرب بکنیم. تا من کتابو بگم که بعد اونجا برخواه میکنیم اشتباه نشه. نگاه کن منظورم اینه ها، مثلا ما به یک جایی میرسیم به نام سه ایس برابر با عدد مثلا 18. الان چی به شما گفتن؟ خیلی ساده گفتم هیجده تقسیم بر صفر کن جواب پس میاد. هیجده تقسیم بر صفر کن جواب میشه 6. اینجوری میگه این سما برابر با قطع تقسیم هیجده تقسیم بر صفر برابر با 6. اما تو کتاب اینجوری نگفته، تو کتاب گفته که چی؟ گفته برای که 6 پیدا بکنیم بیایید این رو ضرب بده معکوس این کنیم، معکوس این چنده؟ یک سوم. خب چون این بر ضرب بر یک سوم کردیم این بر ضرب بر یک سوم بکنیم.
اینطوری بوده. حالا اینجا اگه مخرج یک ماهی بدیم ای با این ساقه میشه میشه یک یکم برابر یکه، یک برابر ایس هم برابر آیس هست. حالا اونم ما اگه به این مخرج یک بدیم ساقه کنیم این میشه یک، این میشه شیش، شیش یکم برابر آشیش هست. همون جمعه برسیم اون به این درمی بکنم برده اون کار آسان تره شما همون کار رو برده هیچ اشکالی هم نداره. خب این هم از حل معادله. یه معادله دیگه من حل بکنم براتون با نوار آخرین معادله. مثلا میان به ما میگن که نایس برای دو مساویه با پنج ایکس برای 26. خب شما گفتید چی باید کنید؟ گفتید که مساوی را میبرید این بر ناویکس برلاوی دو را میبیسید او بر پندیس برلاوی 26 را میبیسید. حالا میایید قرینه منفی رو این بر اضافه میکنیم او بر اضافه میکنیم یه منفی رو اینجا میذاریم یه منفی رو هم اینجا این پندیسه یه منفی پندیس اینجا میذاریم یه منفی پندیس اینجا میذاریم. خب چرا؟ با خاطر این که اینجا این منفی پنج ایکس با این واسه پندیس قرینه هستن میشن صفر میدن کنار تا او باید فقط 26 بمونه و منفی دو فقط عدد رو برمونه دیگه متغیر باید نباشه. این باید دو منفی به دو مثبت کردن هستن میشن سه. چرا؟ تا عدد در باقی نمونه فقط متغیر ها بمونه پس چه باقی میمونه؟ یه نو ایکس میمونه این باید با یه منفی پنج ایکس اون باید مساوی چه باقی مونده؟ یه 26 با یه منفی دو. الان چه شد؟ متغیرها یه طرف عددها طرف دیگه. متغیرها یه طرف عددها طرف دیگه. خب بعد از این مرحله فرسیم و را خلاصه شروع کنیم. میگیم نو ایکس منهای پرندیس میشه 4 اون برم 26 منهای دو میشه 24. در پایان چه ضرب در یک چهارم کنیم به طرف رو؟ به طرف با ضرب در یک چهارم کنیم یا این که بگیم x برابر با عدد معلوم 24 تقسیم از ضرب متغیر که جواب برابر با 6 هم میده. این جواب معادله است. خب حالا من یه چیزی بخواستم بگم. میخواستم بگم که شما وقتی که به معادله رسیدید تو ذهن این قضیه هست میتونید این مرحله رو ننویسید. منظورم اینها این مرحله هست و من پاک میکنم اصلا دیدم این اصلا ننویسیم از الان بردیگه. خب بعد میگه خب چی کار چجوری به دست بیاریم؟ میگیم اینطوری میگیم که وقتی یه معادله به ما دارن به این شکلی بیاریم اینطوری عمل کنیم. اگر پشت مساوی متغیره را بیاریم قبل از مساوی و قرینش می‌کنیم این نویس رو من خوش نمی‌سازم با نویس رو خوش نمی‌سازم پندیس پشت مساوی رو قرینش می‌کنیم بیاریم این برای مساوی می‌ذاریمش. خب دیگه متغیر نداریم همون شد مساوی می‌ذاریم پشت مساوی 26 رو می‌نویسیم. حالا دو قبل مساویه چون می‌خواهید ببینید بعد مساوی قرینش یعنی متغیرها را از او را میآید این بر خریده میکنیم عدد را از این بر خریده او بر خریده میکنیم در غیرها قرینه اضافه کردن هاست که جوابش این میشه. حالا من یه مثال بزنم بدون قرینه سازی. مثلا در ما اینطوری میگویم مثلا در ما میگویم 10 ایکس به علاوه 7 مساوی با
چهار ایکس منهای مثلا ده. خب الان اینجا چهار ایکس کوبه اون بره مساویه، باید این بره مساویه چون متغیره اون بره مساویه، متغیره باید قبل مساوی بشن ایده بره مساویه. پر چهار ایکس رو پشت میانیش این بره تری نشید کنیم، هفت این بره این بره اون بره تری نشید کنیم. چرا؟ تا او باید خواهی ایده بره من حق بره اون بره خب هر گریز این متغیره خودش میرسیم اون متغیره اول انتقال این بر میشه منفی چهار است. خب دیگه متغیره داریم؟ نه نداریم. مساوی میداریم؟ او بر منفی ره داریم. حالا مصفت هم اکی بر مقابل کنار اون عدد خریده میشه. حالا بعد منهای چهاریس میشه شیشیس اولا منفی هفت و منفی درش منفی هیفته. در پایان این اندازه ایست برابر وقت کسی عدد معین یا بدون متغیر بالا میزنیم زدیم به متغیر پایین میزنیم. حالا این کسی اگه ساده میشه سادهش میکنیم، اگه نشدم که اینجوریه چون هیفته و شیش ساده میشن همین منفی 17 شام با عنوان جواب قبول میکنیم و دیگه نیاز به تقسیم عشق مجالی نیست. اما شما اگر او کار قبل رو انجام بید دوباره همین میشه و قبل قبل چی بود؟ میومدیم در ایس به علاوی هفت مینوشتیم، بعدی از چهار ایس منهای ده هم مینوشتیم، بعد میومدیم میگفتیم خب قرینه منفی هفتی برگذاریم او برم بزنیم، قرینه چهاریس ای برگذاری ای برم بذاری. خب چه میشه؟ این هم با این میره این هم با این میره چه با این مان؟ یک دریس میمان با یه منفی چهاریس میمان دریس میمان چهاریس او برای چه باید میمونه؟ یه منفی در با منفی همیش خب یه مرحله یه نیازی نیست تو میتونید بدون یه مرحله هم این کار رو انجام بدید. مثلا یه مرحله دیگه مثلا با ما میگن 5x برابر 7 برابر با عدد 27 میزنم. خب اینجا من مساوی بدم 5x برابر بدم آیا متغیر هست که با ما بیارم؟ نه باید متغیر ندارم این چیزی رو داره که دوباره من بسازم درش کنم. اگه متغیر این برابر باشه باید بگیرم، اگه نباشه هیچی. حالا وقت باید این ساعت رو نمیسن. حالا این باید عرض بدون متغیر هست هفته هفت مخاره رو باید مخاره رو باید قدیل میشید من دیدم با حالا بگیم پنگیزه ما برابر شده با بیس هفت این نایت نیست خودی سالش کن اندازه ایست برابر با خطی کسی عرض معلوم تسکی باید دلیل متغیر جواب معادله رو این هم مرحل معادله. خیلی زیاد معادله گفتم ها دیگه فکر میکنم همه باید قانونا بلد باشن. فقط یه نکته من در باره معادله بگم این که اگه یه معادله مرتب نبود تو قبل از حل معادله سریع در مرتب کردنش داشته باش. مثلا در باره نمونه به ما میگن دو پرانتز با سیکس منهای پنج برابر است با مثلا دو ایس بعد برابر دو. اگر این معادله رو به شما دادن تو قبل از اینکه بخوای معلوم و مجهول بکنی یعنی متغیره رو قبل بیاری به قبل رو بگیری بعد باید پرانتز برداری. خب برای این کار از دو را در جامعه را این پرانتز در میکنی معادله شیش ایس بیداری در میکنی دیگری هم ضرب میکنی میشه منفی ده. اون وقت مساوی هم خودشون چون چیزی در جز ضرب نشده دیگه داشته تو نوبت ما ضرب میکنه فرق میشه دو ایس برابر دو. این معادله الان مرتب شد یعنی من پرانتش رو برداشتم مرتب شد آیا دیگه حلش مثل معادله رو فرق و معادله رو قبل مساوی میداشتیم یکی متغیرها قبل مساوی شیش ایس خوش قبل مساوی تغییر نمیکنه چون مساوی اینجاست دیگه نگاه شیشی قبل شد من هم میخوام قبل شد برای تغییر نمی کنیم. اگر
المحلش به محل دیگه، یعنی اکیل مساوی به اون مساوی داره تغییر میشه. اگه نره که چی؟ خب دو ایکس او به مساویه، میخواد این به مساوی تغییر میشه که من که نیست او باید دو خوش او بره هیچ تغییر نمیشه چون مخواد باید نیست میشه خوش او بره من رو باید نمیشه و تغییر نمی کنه. اما ده در منفی ای به مساویه میخواد اون به مساوی تغییر میشه. بهارا جوابی برمشه چهاریست و رمشه دوازده در پایان ایست برابر با خطیق هستی دوازده تقسیم منظری به متعلیم که یه عدد هستی به گرمون جواب معادله. خب خیلی از معادله گفتم، دو جلسه متوالی من دارم درستشو میگم. انشاءالله که شما درس معادله را به خوبی یاد گرفته باشید، چون معادله یکی از مطالب بسیار مهم ریاضی هست که سالهای سال شما باش کار دارید. در سالهای آینده کلاس هشتم، نهم، دهم، در یازدهم دبیرستان، دانشگاه، همه به همه شما سرکارتون با معادله خواهد بود. شما باید حتما معادله را بلد باشید. قطعا الان یاد گرفتید، انشاءالله که بیشتر از این هم یاد بگیرید. حالا کتاباتون رو باز بکنید تا با هم دیگه فعالیت ها و تمرینات کتاب را دنبال کنید. خب قاعدتاً بایستی امروز صفحه 34 کتاب را دنبال بکنید، میتونید نیست؟ بله. آماده کردید کتابتون رو؟ خب صفحه 34 میگه به شیوه شمارش تعداد دایره ها توجه کنید. بله شمارش رو اولی گفته دو ضرب در یک به علاوه چیه؟ دو تعداد در واقع دایره هایی که به شکل عمودی قرار گرفتن. او ضرب در یکش در واقع تعداد ستون هاست، به علاوه یک هم اون دایره قهوه‌ای که کنار گذاشته شده. حالا شکل دومی نوشته دو ضرب در دو، دو ستونه، دو ستون عمودیه که هر کدوم دو دایره داره به علاوه اون یکی. بعدیش دو ضرب در سه ستون به علاوه یکی. پس اون اعداد قرمزی که تو ضربا نوشته تعداد ستون هاست، اولی یه ستون، دومی دو ستون، سومی سه ستون، بعدی چهار ستون. پس بعدی چی باید بنویسیم؟ بله به این ترتیب شکل چهارم باید بشه دو ضرب در چهار به علاوه یک، درسته؟ چون چهار ستونه دیگه. حالا شکل اینم چی میشه؟ میشه دو ضرب در n ستون به علاوه یک. پس میشه دو ضرب در n به علاوه یک که در واقع همون دو n به علاوه یک میشه دیگه، نه؟ خب قسمت الف میگه تعداد دایره های شکل چهار به شکل n رو بنویسید که اشاره کردیم شما حتما نوشتید. حالا میگه به کمک عبارتی که برای جمله انم نوشته ای تعداد دایره های شکل دهم چقدر است؟ خب میگیم دو ضرب در ده به علاوه یک. حالا اونگه که متوجه نمیشن تا من براشون اینجا بیشتر کنم. ببینید شکل اولی
اومده دو تا رایه رو هم گذاشته شده یک، گفته یک ضرب بر دو به علاوه یک. این یک یعنی یک ستون، دو یعنی تعداد دایره‌هاش، به علاوه یک یعنی یک. شکل دومی اومده گفته دو ضرب بر دو به علاوه یک، این دو یعنی دو ستون، دو هم یعنی تعداد دایره‌هاش، به علاوه یک یعنی یک. خب شکل سومی اومده سه ستون به ما داده، یک دو سه ستون، پس میشه سه ضرب دو به علاوه یک. حالا جابجایی زیاد اشکال نداره، اگه من از برسم اینجا مثلا دو ضرب بر یک به علاوه یک، دو ضرب بر دو به علاوه یک، دو ضرب بر سه به علاوه یک، اون فرق نمیکنه که. خب شکل چهارم هم اینطور، تا شکل انون میشه دو ضرب بر n به علاوه یک، که ما میتونیم اینو به اقتصاد بگیم چی؟ دو n به علاوه یک، دو n به علاوه یک. خب حالا میگه که من این ماژیک اصلا خوب نمیرسنن، من میونم بده با این ماژیک اینجوری. خب حالا میگه شکل دهمش نداره، با شکل دهم شما باید به دو n بذاری چی؟ وقتی من دارم دو n به علاوه یک، وقتی شکل درمان میخوام یعنی جایه این درمان دیگه بگر الان این شکل اولی بود جایه این چنده؟ یک، این یک هست، بعدی دویه دو، بعدی شکل سوم سه، شکل انام حالا شما وقتی شکل درمان به جایه این بری در دویه در بدن در به ادامه یک دو در تا بیست تا به یکی میشه بیست و یکی. پس شکل دهم تعداد در واقع دایره هایی که ما خواهیم داشت 21 خواهد بود. خیلی خودتون سرگرم کنید آقا، ماژیک رو نمیدونید، من ماژیک رو بهتر کردم، من چطور رو ببندم که دیگه شما نتونید این وقت سرگرم کنید. خب شماره دو، اگر جمله انام یک الگو سه ان منهای پنج باشه، جمله چهارم به دهمش رو پیدا بکنیم. خب وقتی جمله چهارمش رو بخونیم باید به جای n چهار بذاریم. وقتی جمله چهارم بخونیم به جای n چهار بذاریم، جمله دهم بخونیم به جای n ده بذاریم. پس من یادداشت میکنم اینجا براتون، سه n منهای پنج دیگه، درسته؟ آره. خب اپارتمان هست سه این منهای پنج. خب حالا گفته چی؟ گفته که جمله پنجم چهارم، چهارم به دهم. خب برای بگرد بردن جمله چهارم میگیم سه ضرب چهار منهای پنج، سه چهار تا دوازده تا دوازده یه منهای پنج برابر با هفت، این میگیم جمله چهارم. علاوه این جمله دهم از ما خواسته، پس میگیم سه ضرب به جای چهار این بار چه بذاریم؟ ده بذاریم منهای پنج. خب میگیم سه در تا سی تا پنج بذاریم بیست تا پنج تا، این چه جمله دهم. خب مسئله گفته همینه دیگه، گفته جمله چهارم به دهم پیدا کنیم. خب حالا شماره سه گفته عبارت دو ان منهای هفت به ازای عددهای داده شده پیدا کنیم، مانند نمونه راه حل را بنویسید. خب شما تو کتاباتون اجرا بکنید، اولی را خودش اجرا کرده، به جای این گذاشته یک، شده دو ضرب در یک منهای هفت، که دو یکی دو تا دوی منهای هفت شده منفی پنج. حالا شما سه بذارید، من چپه را باز میکنم تا ببینم کی جوابش برای من پیدا کرد.
بعد فارسی جعفری، فارسی و جعفری درست است، موسوی درست است، سید مصطفی، مهرائین درست است، بنافی غلطه، باسولی درست است، ملاحی درسته، چکیدخون، باقری درستن، جاوید، گندمریزی بله درسته، امیری نه، ابوالفضل موسوی درسته، عرشیا حاجتی درسته، افتخاری صالحی، علیرضا بنافی، پوریا افتخاری درسته بله، پویا هاشمی بله خیلی خوبه، الان اغلب بچه ها دارن درست هم میارن بله، پولادی درست است، سید حسین امیری، یوسف، احمدی خیلی خوبه بله. اون دوستانی که به دست آوردن معلومه که جناب شکاری خیلی عالی. گندم‌ریزی میگه نو، نه گندم‌ریزی نو خرابه. پارسا درسته، پارسا شکاری، متین پر درسته بله، خیلی خوب، بسیار خوب. اگه شما درس رو گوش بدید نگاه چقدر خوب یاد میگیرید، راحت جواب میدید بله. حالا من حلش میکنم براتون، به جای آ میذاریم سه، میشه دو زر بدن سه منهای هفت، خب دو ضرب به دست سه بکنیم مگه نمیشه شیش؟ شیش منهای هفت میشه منفی یک، قبوله؟ همه بچه ها من تقریبا از به جز چهار دو سال پری همه منفی یک داره بودن، یه دیگه یک رو داره بودن تا منفیش یادشون رفت، حالا یا نتونستن بنویسن یا اینکه متوجه نشدن، بله علامتش هم خیلی مهمه، حواستون باشه. خیلی خوب، بله پرده پرتیب جواب میشه منفی یک. بعدیش بله، امیر رضا، امیر رضا فارسی، مهدی جعفری، مهرائین خوبه، بله گندم‌ریزی، بنافی خیلی سریع میره، من نمیتونه اسامی تونو بخونم متاسفانه، قد سریع میپرسیم همه با هم میان که اسامی رو من دیگه نمیتونم بخونم بله. حالا که متوقف شد، میر شکاری، چکیدخون، صالحی، رسته، کیارش محمدی، علیرضا بنافی، هاشمی، جمیری، ملایی، اکبری، مصطفی موسوی، حسین احمدی، افتخاری نژاد، اویا، خیلی خوب بله، همه منفی هر داره بردن، خیلی عالیه، خیلی خوبه. خب بقیش هم به دست میاره دیگه، نمیخواد حساب بکنید، شما به دست میارید تا وقت من تلف نشه، همه رو به آخر به دست میارید، من هم الان جدول رو میکشم با تو همدا بشم. خب جدولی که ما داریم به این صورت هستش، بالا نوشته A، پایین نوشته سه ای، منهای دو این این هست، بلاش من اشتباه نوشتم، این هست اینجا اینه، اینجا دو اینه، منهای هفته. حالا معادلی که به ما داره یک سه سه، یک سه سه، بعدش هشت، بعد منفی پنج، دیگه منفی هفت، بعد دو سوم. حالا با هم دیگه شما انجام دادید خونه، خیلی هم خوب هستید، اونایی که متوجه نشدند اینجا ببینند که ما چه کار باید بکنیم. فقط من یه چیزی ازتون میخوام، اون که مطابق کار کتاب فقط جواب خنده رو ننویسید، نه یعنی این خدیسی مثلا فردا نمیزی که چی؟ پنج، اینجا بذارید منفی یک، اینجا بذارید مثلا منفی هفت، اینجا بذارید اگه نو، اینجا منفی هفته، قبول نیست، و عملیات چه حتما شما زیرش بنویسید. من میگم عملیات که زیر بنویسید جوابشون بالا قرار بدید،
تو کتاب آمده کلش نوشته، چون ایوان کلش نوشته قاطی میشن پردیه اینجا زیرش انجام بدیم. بگیم دوره من که این بایدن نیستم اشکال بشن دوره زهرگر بعد دوره زهرگر اندازه یعنی اندازه یعنی چنده؟ یک مناره هم خود دو یکی دوتا دوی مناره هم میشه منفیه پنج. این منفی پنج اینجا قرار بگیم اینجوری بهتره. خب حالا با باشه که کارتون نشه اون یکی رو توی پایتر شروع میکنم تو خاطی نشه پس رو میدارم میگم دو ضرب بر ان ان چند این با سه بعد منایه بر خود دو ستا شیش داشت شیشت منایه بر میشه منفیه یه خب اینجا قرار بگیم منفیه یه. حالا بعدی من این قرار پایش نیدارم اینجا میدارمش اینجا میدارمش خب میشه دو ضرب بر اندازه ان سفر منایه هر خود دو سفر 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 منایه هر میشه منفیه حتی نمیداری منفیه هر باقی بعدی هشته فرد این دو که من بگوی پلکه نمیذارم چون خاطی هم بشن دو ضرب بر اندازه ان هشته منهای هر دو هشته شونزده تا هفتش بره میشه نو خواهی فرد نمیذاریم نو بار بعدی منفی پنج دارم پس دو ضرب بر چون منفی هست حتما باید داخل پرانتز قرار بگیره بدون پرانتز نه بدون پرانتز نه چرا بدون پرانتز نه حافظ خوب من میکروفونشو باز میکنم دلیلشو من میگه حافظ خوب خب حافظ خوب نمیشه امیر رضا کاهلی امیر رضا تو بگو خب صدای امیر رضا هم ما نداریم امیر رضا چرا نمیشه اعتماد برقرار میشه چرا نمیشه حسینی رضا آقا صدا میاد؟ بله صدا خیلی هم خوب میاد بفرمایید آقا چون که نباید دو علامت به هم دیگه بخورن چون نباید علامت ها به هم بخورن بله وقتی ما پرانتز اگه این دوری بذاریم چون که دو علامت نباید کنار هم باشن آفرین مثلا من میگم دو ضرب بر منفی پنج علامت ضرب بر منفی کنار هم قرار گرفتن نباید اینطوری بشه اینو میذاریم داخل پرانتز اون اتفاق نیفته درسته ماشا کنار دوری منفی دیگه میخوره آفرین باید کاملا درسته احسن احسن خب پس این داخل پرانتز میزنه با آفرینه دوی در در منفی پنج منفی در با منفی هفتش منفی هفته اینجا قراری منفی هفته خب بار بعدی منفی هفت قرار داریم پس میشه دو ضرب در دوباره داخل پرانتز منفی هفت میزنیم بعد منای هفت دو ضرب در منفی هفت میشه منفی چهارده با اون منفی هفت میشه منفی بیست و یک پنج میذاری منفی بیست و یک بار بعدی به جای این دو سوم قرار بده چون دایمیشو من این پایین میذارمش دو ضرب در دو ان دو ضرب اندازه این چقدره اندازه این دیوار شده دو سوم دو ضرب در دو سوم آقا سه دوم آقا سه دومه آمدش دو برشت سه دو بهتر سه دو کنم بعد منهای حالا جواب شدید دیگه چنده؟ حسین جواب شدید دیگه؟ آقا نمی بگم خب بیزن من اولیت بازر نیست
اول دو سوم ضرب در دو ضرب در سوم و سوم بکنم یا معقل دیگه بی بده حالا دو بکنم با این دو ساعت این چند شوارم؟ جوابشه؟ جوابی هم؟ سالش گری میشه یه سه میشه سه سه منای هفت نه منای هفت میشه چهار من میده منفیه؟ فقط کست شد ضرب کست رو هم نمیدید دیگه شما الان این رو به دو ساده بکنی این هم ساده بکنی یک باید تو سه یک هم برای سه میشه سه منای هفت کنیم چی منفیه؟ چهار جواب آخر درست من احسن جناب حسینی خوب بود خیلی خوب خب خدا نگرده رو وقتی نمیشد نمیدید شما و اما بریم سراغ سوال بعدی برای ایجاد کردن محیط تشک کشتی رابطه پی مساوی با 4 آ نوشته ایم قبلا داشتیم آیات رو میاد محیط مربع بود دیگه محیط یک تشک کشتی به طول 5 متر چقدر می شود پس میگیم پی مساوی می شود با 4 ضرب در 5 نگاه اگر شما فقط بینیستید 20 جناب اقبالی قبول نیست دار جناب شکاری امیر حسین شما هم نمیدید جواب دادید برید شما تو کتابتون فقط 20 ننویسید حتما قشنگ اینجوری بنویسید نگاه کار بنویسید که پی مساوی را نگه بود 4 آ 4 حالا آن چنده 5 شده این 4 برابر 5 او وقت بگیم 20 حتما شما اینجوری بنویسید فقط 20 خالی بنویسیم کافی نیست بعد عملیاتش رو حتما شما بنویسیم سوال بعدیمون رو ببینیم سوال بعدیمون میگه که در نمودار جعبی زیر به جای x مقدار 3 قرار دهیم نمی قرار بده دیگه سه میذاریم تو سه ضربه در دو نتیجهش میشه شش شش منهای پنج به دست میاد یک درسته؟ تو نمودارا حالا شما اگه بخواید به شکل جعبی حلش کنید چی میشه؟ شکل جعبی اگه عباره دو ایکس منهای پنج نیست مگه نکن که ایکس رو بیاییم عدد سه قرار بدیم و ما سه قرار بدیم چی میشه اومد؟ میشه دو ضرب بر اندازه ایکس که سه هست منهای پنج خواهی میشه شیش شیش منهای پنج برابر با یک تو کتاب رو بگم فقط بده خط اینجوری کشیده بدونم زیرش برسه من اینجور بروش رو بسرم اون زیرش کشیده مهم زیاد نیست اون خودشن کتاب هم نگوشه بگم دو ضرب بر سه منهای پنج خب حالا شما این بالای این خط مثل 6 شما نکنه برابر با یک عنوان جوابش مساوی با یک شما بذاریم خب میگه در یک عبارت جعبی اگر به جای متغیر یا متغیرهای آن عدد یا عددهای معینی قرار دهیم مقدار عددی آن عبارت به دست میآید خب در انجام عملیات مقدار عبارت ترتیب انجام عملیات که همون اولویت با پرانتز بعد ضرب و تقسیم بعد جمع و تفریق حتما باید رعایت بکنیم خب حالا یه مثال هم برای تو زده که شما مشاهده میکنید یه مثال زده البته بوده آ منهای پرانتز آی منهای ب به خود سوال هم بهت گفته بوده آ پنج بی هم سه اومده جای آ پنج گذاشته منها که مال خودشه پرانتز با کرده به جای آ دوباره پنج گذاشته منهای دو رو گذاشته ضرب اندازه بی کرده و بعد تو پرانتز اولویت با ضرب قبل ضرب کرده نوشته پنج منهای شیش میبینی بعد اولویت با پرانتز پرانتز شده منفی یک منفی یک رو به دست آورده شده پنج منهای پرانتز منفی یک که بعد پنج بدابی شده
خب صفحه بعدی نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، یه لحظه من وقتمو چک بکنم. 5 دقیقه استراحت بچه ها، خسته میشین، من خیلی خستم دارم میکنم، نه دست اون نشده. 5 دقیقه استراحت بکنید بعد دوباره کار شروع کنید. الان ساعت من 9:16 است، ساعت 9:20 دوباره کار دوباره میکنیم، کسی نره ها. نه نتیه فرق کلاس ریاضی رو که نمیشه بیرید کلاس فوتبال رو. نه درس همون تمام نشده، درس همون ادامه داره، ما درس ادامه میدیم. کسانی که برن من غیبت برش میزنم، اما واسه باشه کسی نره تا ساعت 10 باید تو کلاس باشه. فقط گفتن با خاطر یک خستگی تو درد داره یه 5 دقیقه استراحت بدید. خب یه چند نفری من حضور غیاب نکردم تا این فرصتی که من دارم حضور غیاب من